حالا تلاش میکنم برم این گلو بگیرم، اینو بلندش بکنم. ازش میپرسه با هدفت چیه؟ میگه من هدفم اینه که به لامبورگینی برسم، خونه آنچنانی داشته باشم، میلیاردها تومن پول تو حسابم باشه. یا از بچه کنکوری میپرسی من هدفم اینه که مثلا تک رقمی بشم و بتونم به دانشگاه مورد نظرم برسم فلان فلان. اما توانمندی و تلاشی که برای رسیدن به اون هدف میکنی اصلا یه چیز فاصله داره وحشتناک. ببین بچه‌ها، اگه شما هدفتون بزرگه باید تلاشتون به همون اندازه بزرگ باشه. یه نکته رو بهتون بگم، یه علت اصلی که شما بی انگیزه میشید و حس درس خوندن نمیاد به خاطر همین هدفای عجیب غریبتونه. شما اگه بیای بگی آقا من الان توانمندیم در حد مثلا یه رتبه 10000ه، خب ولی میخوام رتبم بشه زیر 1000، میتونی الان اول خودتو توی 10000 تثبیت کنی. مثلا اگر توانمندی در حد بلند کردن این گله، خب میتونی برسونی توانمندی تو و اینو بلندش بکنی. میگه آقا من اینو تونستم بلند کنم، حالا تلاش میکنم برم این گلو بلند کنم، اینو بلندش بکنم. خب اگه الان ترازت 5000ه، بگو آقا هدف بعدی من اینه که به 5500 برسم، نه یه دفعه از 5000 بشم 10000. خب معلومه بی انگیزه میشیم، عمرن همچین اتفاقی برای شما بیفته. پس بیاین چیکار بکنیم؟ پله به پله برای خودتون هدفای کوچیک کوچیک در نظر بگیرید و بعد آروم آروم میبینید چه رشد خیلی خوبی در آینده میتونید داشته باشید. بعد ما در مورد بحث تنبلی، بی‌حالی، بی‌حوصلگی توی درس خوندن اینا خیلی صحبت میکنیم. حتما پستمون رو لایک کنید که یه حمایتی باشه از پیج و بفرستین برای دوستاتون که اونها هم بتونن از این مطالب استفاده کنن. و برای ما این زیر کامنت کنید که به نظرتون هدف شما هدف دست نیافتنی و عجیب غریبیه یا نه، شما میتونی به هدفت برسی و کاملا یک هدف عاقلانه است. دمتون گرم.